در چند دقیقه آینده شما رو با مردی آشنا می‌کنیم که سرودن شعر و نگارش آثارش رو در سنین پس از 70 سالگی آغاز کرده و تا کنون چند کتاب رو هم منتشر کرده است. استاد حسن قیاسفند. اولین دیدار ما با استاد قیاسفند در ماه می 1991 در شب شعر خانه ایران که در دانشگاه ایالتی پورتلند برگزار شده بود صورت گرفت. او با خواندن شعر گیرای فریدون مشیری به نام ایران من ما را به سوی خود جذب کرد. آفتاب است که فروغ رخ زردوش در آن گل کرده است، آسمان است که خمخانه حافظ قدری آورده است، کوهسار است که بر آن همت فردوسی پر گسترده است، بوستان است که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است، همزبانان من است. استاد قیاسفند که سالها در فرانسه زندگی کرده، تجربه سالها کار اداری در بانک، مدیریت کارخانه و همچنین سابقه زندانی سیاسی را هم توشه راه کرده. او در ماه جون 1992 طی یک مباحثه ادبی با یکی از پژوهشگران ایرانی که از ایالت اورگان بازدید می‌کرد، جزوه‌ای به نام خلیفه حسن، علامه، آندرژید و کنفرانس دوستداران فرهنگ ایران منتشر ساخت. و اما متن مقاله گون که از به طور جدا توضیح داده نشده ولی از چند بخش تشکیل میشه. بخش نخستش معرفی خودم بوده، بخش دوم ماجرایی که حادث شد، ماجرایی که اتفاق افتاد توضیح دادم، در بخش سوم سوالی از این مدعی فرهنگ دوستی کردم، در بخش چهارم پندی بهشون دادم و در بخش پایانیش آرزو کردم که من اشتباه کرده باشم و از این علامه و دانش پژوه عذرخواهی بکنم. استاد قیاسفند کتاب مادر را در سال 1379 در شیراز به چاپ رساند و سپس کتاب مرگ باور را در سال 2011 در آمریکا منتشر ساخت که مورد توجه بسیاری از طرفداران آثار ادبی از جمله روزنامه کیهان چاپ لندن قرار گرفت. آخرین اثر او گرداب خیال است که چندی قبل در سال 2012 در آمریکا انتشار یافته است. او چندی قبل سالگرد 90مین سال زندگی خود را جشن گرفت و همچنان به فعالیت‌های ادبی خود ادامه می‌دهد. به مصاحبه ما با استاد قیاسفند که در منزل ایشان در ونکوور واشنگتن ضبط شده توجه بفرمایید. دوستان عزیز سلام. امروز در حضور استاد حسن قیاسفند، شاعر و پژوهشگر ایرانی مقیم پورتلند هستیم. همونطور که در ابتدای این برنامه از نظر شما گذشت، استاد قیاسفند سرودن شعر را در دهه 1990 آغاز کردند و تا کنون 4 کتاب هم منتشر کردند. آقای قیاسفند سلام و به برنامه ما خوش اومدید. با درود به حضور شما و بینندگان گرامی و سپاس از اینکه بنده را به این برنامه دعوت فرمودید. خواهش می‌کنم. استاد، ممکنی که کمی از انگیزه خودتون برای سرودن شعر برای دوستان ما صحبت کنید؟ باید خدمتتون عرض کنم که کلن من هیچ نوع علاقه‌ای و گرایشی به کار ادبیات نداشتم. در سال حدوداً سال 90 برای دیدن بچه هم به آمریکا آمدم و در اون سال خانه ایران برنامه‌ای برای اولین شب شعرش گذاشته بود که بنده یادمه که اون شب در اون شب شعر شرکت کردم و از اون به بعد یواش یواش علاقمند شدم، به خصوص اینکه آقای تهرانی وقتی من برگشتم به فرانسه یه نامه‌ای برام نوشته بود که آقا فقط این تلویزیون ایران من فقط برنامه تو رو پخش کرد، هیچ برنامه دیگه‌ای رو پخش نکرد. در صورت وقتی من برگشتم اینجا ماندنی شدم با کلاس‌های درس آقای
استاد انوشیروانی آشنا شدم و به این کلاس ها رفتم و یواش یواش علاقمند شدم به ادبیات. و یادمه که همون سالا هر درسی رو که استاد میدادن، من هفته دیگه که میرفتم یه چیزی در اون مطلب شعری تهیه میکردم و میبردم سر کلاس میخوندم، ایشون هم تشویق میکردن. در واقع تشویق، حالا اسمی برم از شما، تشویق تلویزیون ایران من و کلاس های درس استاد انوشیروانی موجب این شد که من به ادبیات علاقمند شدم. و دنبالاش نتیجه این که حالا یک کارهایی میکنم، نه اینکه نه شاعرم، تو توضیح دادم در یکی از کتاب ها پیش گفتارشون، نه شاعرم نه نویسندم، یه علاقه دارم، علاقه من به این شکل نشون میدم، ارائه میدم. استاد ممکنه برای دوستان ما توضیح بدین که سوژه های اشعارتون رو چطور پیدا میکنید؟ من از همون سالها مطالعه رو شروع کردم، بسیار، هر روز، هر شب، هر روز 10 ساعت کار کردم. 10 ساعت 5 ساعت میخوندم، یادداشت برمیداشتم، 5 ساعت هم یادداشتام رو در یه پرونده ضبط میکردم. تعدادی سوژه انتخاب کردم که الان همشون یه پرونده دارن: بددهنی، بدآموزی، عقل و نقل، مرگ، عشق، بوسه، ابلیس و مرگ باور، مادر، نازنین مادر و یه تعداد دیگر که الان به علت پیری زیاد یادم نیستن. استاد شما انتشار کتاب های شعرتون رو در همین چند سال اخیر انجام دادید. آیا فکر نمی کنین که برای اینکه انسان به یه چیز جدید علاقمند بشه و در مورد اون کوشا باشه کمی دیر شده باشه؟ در واقع وقتی آدم عاشق میشه، علاقمند میشه، هیچ چی اینا براش مطرح نیست، سن و سال مطرح نیست. نویسندگان بزرگی بودن که کاراشون از 70-80 سالگی شروع کردن و جز نویسنده های مشهور دنیا بودن که الان شاید من اسماشون رو نمیدونم، ولی تعداد زیادی از نویسندگانی هستن که معروفن و از دیر به اصطلاح پیری شروع کردن. آقای قیاسفند، قبل از اینکه کتاباتون رو منتشر کنید، آیا با دوستان و نزدیکانتون در مورد کتاب و اون چیزی که در کتاب آمده صحبت میکنین یا مستقلا تصمیم میگیرید؟ بله، همونطور که فرمودید، حتما یه نفر نویسنده یا یه شعری رو که میگن بد نیست که با دیگران هم مشورتی کرده باشن، که من هم این کار رو کردم. مواردی بوده که دوستان من میکردن که مبادا این شعر پخش کنه، مبادا این کتاب رو بنویسی، برای خود دردسر درست میکنی اینا، ولی خب من برای مطرح نبوده، من عاشق این کار بودم، علاقمند بودم و دلم میخواست که این کتاب ها رو بنویسم. و همونطور که در یکشون ذکر کردم، میخواستم که وظیفه خودم رو در این جامعه انجام دادم. آقای قیاسفند، یک کمی در مورد خوانندگان کتاباتون با ما صحبت کنید. از چه گروه سنی هستن؟ نظریاتشون به چه ترتیب هست؟ بله، اولا برای حتما اطلاع دارید که آمار کتاب خوندن بین ایرانی ها خیلی خیلی پایین است. من دقیقا نمیدونم، ولی رقم خیلی پایینی رو تشکیل میده. ولی خب در مورد اینکه خوانندگان چه نظری دارن، تعداد زیادی نامه دریافت کردم از خوانندگان. بیشترشون سنای بالا داشتند و تعریف کردند، اشاره کردند، از جاش انگشت به نقاط اساسش گذاشتن. در صورت انعکاس خوبی داشته کتاب ها. البته دو تا کتاب اول، مرگ باور و نازنین مادر، کتاب سوم هنوز جوابی از کسی نگرفتم. استاد، بعضی از این کتاب های شعرتون که نگاه می کردم، می دیدم که بعضی از اشعارتون از اتفاقات روز داره سرچشمه می گیره. به عنوان مثال این کتاب مرگ باور، می بینم که در پیشگفتارش شما توضیح دادین که با خوندن خبری در روزنامه کیهان لندن، حاکی از اینکه پدری با شلیک گلوله‌ای پسرش را کشت، باعث شد که شما سرودی به نام رنجی بزرگ در این کتاب بنویسید. ممکنه برای دوستان ما توضیح بدید که تحقیقاتتون رو به چه ترتیب انجام میدید؟ تحقیقات که اولا قبلا از کنم، من
خودم نه شاعر میدونم نه نویسنده، ولی در مورد اینکه تحقیق، خب منابعی که در اختیار دارم یا از طریق کامپیوتر یا از طریق کتابهایی که گذشتگان ما نوشتن، این اطلاعات رو تا حدودی جمع آوری میکنم و پلوهم میذارم، هر کدوم رو در جای خودش مورد استفاده قرار میدم. در مورد انگیزه، اینکه چگونه این رو انتخاب میکنم، طبیعی است که یه مقدار حوادث اطراف انسان روی انسان تاثیر میذاره. وقتی من شبیه خبر رو میکنم که بچه رو که رفته زنگ گرفته، فوقش نرفته پلو آخوند عقد کنه، گرفتن زدن کشتنش، خب نمیتونه، من اون شب خوابم نمیبره، ناچارم که در این مورد فکر کنم. این فکر گاهی موجب میشه که خب سروده‌ای هم دنبالش بیاد. آقای اصفهانی، یه مقدار در مورد برنامه های آینده تون با دوستان ما صحبت کنید. بله، برنامه های آینده من مربوط میشه به اون چی که مطالعه کردم، یادداشت برداشتم، و این کاری که در این 20 سال انجام دادم، یادداشتی که برداشتم در مورد مسائل مختلفی یادداشت برداری کردم، مثلا ابلیس، عقل و نقل، پیری و جوانی، عشق و تعدادی زیاد از این یادداشت سرفصل‌ها دارم که راجع به اینا کار میکنم و امیدوارم بتونم درباره هر کدومشون بتونم یک کتابی به اصطلاح قبل از مریم منتشر بکنم. خیلی ممنون استاد. چطوره برای حسن ختام این برنامه یکی از اشعار مورد علاقه خودتون رو برای دوستان ما بخونید؟ با کمال میل. سرودی است به نام گمراهی که میگوید دگر با ساز حیلتگر به محراب دل و جانم نمی رخصم. دگر اوراد دینداری نه در خواب و نه بیداری فرار راه و غم و شادی نمی خوانم. دگر در آسمان نقشی ز شیادان نمی بینم. روم راه خرد جویم رهاورد چنین راهی دلی از عشق آکنده برای مردم خوب جهان آرم. ز گمراهی حذر دارم خرد را در نظر دارم. بسیار شعر عالی بود استاد. آه. یک دنیا تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه ما تشریف آوردین. تشکر از بنده است که لطف کردید و بنده رو به این برنامه‌تون دعوت کردید و زحمت کشیدید و خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم.